رسیدیم به قسمت هشتم از سری نه قسمتی بررسی فیلم های سینما یه فیلم با حال دیگر رو قراره با هم بررسی کنیم پس با من همراه باشید سلام من سعید سماباتیان هستم فیلمساز و آهنگساز امروز میخوایم یکی از بهترین فیلم یک کارگردان خاص دیگر رو با هم بررسی کنیم فیلم ادوارد دستقیچی ساخته ی تیموتی والتر برتون ملقب به تیم برتون تیمبرتون هم مثل وسندرسون که چند هفته پیش جدیدترین فیلمش رو تو سال 2023 با هم بررسی کردیم یه سبک خاص فیلمسازی داره طوری که میشه فیلمهاشو رو بین یه عالم فیلم به راحتی تشخیص داد. سبک بسریه فیلمهای تیمبرتون که از قوه تخیل زیاد این کارگردان سرچشمه میگیره باز شده که مخاطبانش از هر رده سنی فیلمهاش رو ببینن و لذت ببرن. تقریبا اکثر ده شستی ها و ده هفتادی ها با فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی خاطره دارند. به قول وینسنت پرایس، بازیگر فقید آمریکایی که تیمبرتون خیلی به اون علاقه داشت و این فیلم آخرین حضورش جلوی دوربین بود یه جنون کارتونی فوقالعاده تو فیلم های تیمبرتون وجود داره که تو هیچ فیلم دیگه ای نمیتونیم ببینیم. فیلم های تیمبرتون بیشتر بر پایه افسانه است و واقعیت که همشون یه فرم فانتزی دارن آثار تیمبرتون تحت تاثیر ادبیات گوتیکه ادبیات گوتیک یه ژانر و یه شاخه از ادبیات توی اروپا که ترکیبی از وحشت و مزامین عاشقان است و شامل داستانهای ماورا و طبیعی و رازآلود میشه خب بریم سراغ خود فیلم داستان فیلم در مورد یه مختره که یه موجود با ویژگی انسان خلق میکنه اما قبل از کامل کردن این مخلوق خودش از دنیا میره یه نویسنده و رمان نویس معروف انگلیسی داریم به اسم مری گادوین شلی این خانم مری شلی یک کتاب خیلی معروف داره که احتمالا اسمش رو شنیدید به اسم فرانکنشتاین کسایی که اهل داستان و ادبیات باشن احتمالا این کتاب رو خوندن میتونیم با قطعیت بگیم فیلم ادوارد دستقیچی اقتباسی از این کتابه اگه این کتاب رو خونده باشید متوجه میشید که خیلی به هم نزدیکن این دو اثر در ابتدای فیلم تضاد رنگی بین محله هومه شهر و امارت ادوارد تفاوت بزرگی رو بین این دو جهان نشون میده محله هومه شهر رنگای شاد و زندهی داره اما رنگ توی امارت ادوارد غالبا سیاه و خاکستریه همچنین لباس ادوارد یه لباس سیاه و چرمی بود برعکس ساکنین شهر که لباسهای رنگی تنشون بود در حالی که ادوارد خوش ترین آدم این شهر بود در واقع این یه حرکت کنایامیز توسط کارگردان بود تا بگه چیزایی که ظاهر زیبایی دارن الزاما باطن زیبایی ندارن و بالعکس ادوارد وقتی وارد شهر شد لباس سفید تنش کردن این استعاره ای از اینکه میخواستن ادوارد مثل خودشون باشه اما ادوارد متعلق به دنیای اون شهر نبود و دیدیم که در انتهای فیلم وقتی از ماجراهایی که توی شهر براش اتفاق افتاد کلافه و عصبانی شده بود لباس سفیدش رو پاره کرد و در نهایت به امارت خودش یعنی دنیایی که بهش تعلق داشت برگشت در پایان فیلم هم دیدیم که کیم وقتی وارد امارت ادوارد شد لباس یک دست سفید تنش بود ادوارد هم که لباس یک دست مشکی داشت سفید و مشکی مکمل همن در واقع این نمایانگر پیوند مشترک بین اونها بود و اینکه کیم تنها کسی بود که به پاکی ذات ادوارد ایمان داشت این فیلم روی کرد جالبی هم به مقوله عشق داشت ادوارد متفاوت از بقیه بود اما تونست عشق رو تجربه کنه و برف موتیف عشق توی این فیلم بود وقتی که ادوارد با تراشیدن یخها عشقش رو به کیم نشون میداد موسیقی از نقاط قوت این فیلمه آهنگساز فیلم دنیلفمن که اکثرا با آهنگسازی مجموعه سیمسون ها میشناسنش روی دو دنیای متفاوت این فیلم با موسیقی بینظیرش تاکید میکنه موسیقی بخشهایی از فیلم که شهر خوشرنگ رو به تصویر میکشه با موسیقی قسمت که امارت ادوارد رو میبینیم مقایسه کنید این فیلم اولین همکاری جانی دب با تیم برتون بود که منجر شد به اینکه هشت بار این دو نفر با هم همکاری داشته باشند. بازیگران بزرگی در ابتدا برای نقش ادوارد در نظر گرفته شده بودند. تام کروز، گری اولتمن، تام هنگس، جیم کری، حتی مایکل جکسون، اما در نهایت این نقش به جانی دب رسید و اون هم عالی درش آورد. خب این قسمت هم تموم شد. امیدوارم لذت برده باشید لینک قسمت های دیگر رو میذارم تو دیسکریپشن اگه دوست داشتید ببینید اینجا قرار فیلم حرفه ببینیم و حرفه فیلم ببینیم ممنون از نگاه پرمهرتون